دو رویدار ترافیکی در سمنگان و فاریاب جان 6 تن را گرفت و 6 زخمی بر جای گذاشت. ژاپن به سیلاب زدگان افغانستان کمک می کند. کابلوف: طالبان دشمن روسیه نیستند. و همچنان در پایان، زمینه فتح اولین ولایت فراهم شد. مشروع خبرها: منابع محلی در سمنگان و فاریاب میگویند که دست کم 12 تن در نتیجه دو رویدار ترافیکی در این ولایت جان باخته یا زخمی شدند. این رویداد در منطقه غزنیگگ ولسوالی حضرت سلطان در نتیجه تصادم یک موتر نو کرولا با یک موتر باربری رخ داده است. سید عثمان امیدی، عامر شفاخانه ولایتی سمنگان، میگوید که در پی وقوع این رویداد ترافیکی دو کودک یک مرد جان باخته و 6 تن دیگر به شمول 3 زن زخمی شدند. طبق اطلاعات منابع صحی، وضعیت 3 تن از زخمیان رویداد وخیم است. در همین حال مولوی عبدالله مرادی، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در فاریاب، میگوید که 4 شنبه شب 26 سور 3 زن به شمول یک دختر از 12 ساله در نتیجه انحراف یک موتر نو مازدا در قریه با بوگزای ولسوالی چلگزی جان باختند. به احتیاطی، تیزرانی، عدم رعایت قوانین توسط رانندگان، خرابی جاده ها و نبود علائم ترافیکی از عوامل اصلی وقوع رویدادهای ترافیکی خوانده می شود. ژاپن به سیلاب زدگان افغانستان کمک می کند. وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرده است که این کشور تصمیم دارد تا کمک های اضطراری خود را به سیلاب زدگان ولایت‌های شمال و شمال شرقی افغانستان ارسال کند. جی جی پرز روز جمعه به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه ژاپنیان گزارش داده است که این کمک ها شامل خیمه و کمپل بوده و قرار است با آسیب دیدگان ناشی از سیلاب های اخیر در کشور به ویژه بغلان توزیع شود. بر اساس بیانیه، دولت ژاپنیان این کمک ها را به درخواست فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر با آسیب دیدگان افغانستان ارسال می کند. قرار است این کمک ها از طریق سازمان همکاری بین‌المللی ژاپن به کمیته صلیب سرخ تحویل داده شود. کابلوف: طالبان دشمن روسیه نیستند. زمین کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، میگوید که طالبان دیگر دشمن مسکو نیستند و رابط کشورش با این گروه در حال گسترش است. کابلوف این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری روسی تأسیس بیان کرده است. وی همچنان گفته است که محدودیت‌های سیاسی خاص در رابط روسیه با طالبان وجود دارد. او میگوید روسیه هنوز بهتر رسمی رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته است. ما روابط خود را از طریق سفارت مسکو در کابل حفظ میکنیم. ما به یک هیئت طالبان در روسیه در سطح کاردار و دارای وابستگی نظامی و تجاری اجازه دادیم. این دیپلمات روسی خود نشان کرده است. من نمیخواهم بگویم که طالبان دوستان شماره یک ما هستند، اما بدی است که آنها دشمن نیستند. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به نقل از طالبان افزوده است که این گروه به روسیه به عنوان جانشین جماهیر شوروی سابق اعتماد دارد. انفجار، اعتراض و زلزله در بدخشان افغانستان چی می گذرد؟ ساکنان بدخشان در اعتراض به سیاست‌های طالبان تظاهرات کرده بودند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان و در مرز تاجیکستان در هفته اخیر به دلیل اعتراض‌های مردمی زلزله و انفجار سرخط خبرهای افغانستان قرار گرفته است. پس از کشته شدن یکی از متنفذان قومی به نام نظام الدین در روستای قلق ولسوالی درایم به دست طالبان، ساکنان این ولسوالی علیه طالبان تجمع کرده بودند. متنفذان قومی ولسوالی درایم در تجمع اعتراضی گفتند طالبان پشتون تبار که از دیگر ولایت‌ها در بدخشان مستقر شدند، با وارد شدن به خانه‌های مردم به حریم ما تجاوز کردند. این معترضان همچنین با سر دادن شعار مرگ به طالبان، خواستار اخراج طالبان از بدخشان شدند. بشیر صمیم، والی بدخشان در دولت پیشین افغانستان، به اندپندنت فارسی ایران میگوید درگیری و تنش میان مردم و طالبان در جریان تخریب مزارع خشخاش آغاز شد، اما اعتراض گسترده پس از آن شکل گرفت که اعضای طالبان یکی از متنفذان قومی را با شلیک گلوله به قتل رساندند و مردم را تهدید کردند. یک روز بعد ساکنان ولسوالی ارگو نیز به این اعتراض پیوستند و با پرپایی تجمع از خواسته های معترضان ولسوالی ارگو حمایت کردند و خواستار اخراج طالبان از بدخشان شدند. در تیراندازی طالبان به معترضان در ارگو نیز یک مرد جوان کشته شد و 7 نفر مجروح شدند. پس از آن قاری فسیدن فدرت، رئیس ستاد ارتش طالبان که تاجک تبار و از ساکنان بدخشان است، در پیام صوتی معترضان را تهدید کرد و دلیل اعتراض آنان را تخریب مزارع خشخاش دانست. فسیح‌الدین در پیام خود گفت که اگر مردم بدخشان به اعتراضاتشان پایان ندهد، ممکن است ارتش طالبان با تمام توان به محل اعتراض برود و مردم را به نام بغاوتگران سرکوب کند. طالبان مخالفان مسلح خود را بغاوتگر و باغی خطاب می کنند که در متون مذهبی به معنای کسی است که در برابر حاکم شرع طغیان می کند.
هرچند طالبان هیئت را برای مذاکره با معترضان به ارگو و درائم فرستادند، اما معترضان با این هیئت ملاقات نکردند. تلاش‌ها برای مهار اعتراض به نتیجه ماند. منابع در بدخشان گفتند که پس از آن که رئیس ستاد ارتش طالبان در رأس هیئت به بدخشان سفر کرد، نظامیان این گروه 35 نفر را به نمایندگی از معترضان با تهدید به شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان بردند تا با قاری فصیح‌الدین فدرت ملاقات کنند. تلویزیون ملی افغانستان که قاری یوسف احمدی سخنگوی پیشین طالبان آن را اداره می کند، در گزارش اعتراضات مردم بدخشان را اعتراض چند دهقان به دلیل سوء تفاهم گزارش داد، ادعا کرد که رضایت افراد معترض حاصل شده است. فصیح‌الدین فدرت در مصاحبه با تلویزیون ادعا کرد که در جلسه با نمایندگان معترضان و همچنین خانواده های دو مرد کشته شده بعد از اعضای طالبان در ارگو و درائم به تفاهم رسیدند و مردم به اعتراض خود پایان دادند. رئیس ستاد ارتش طالبان نیز اعتراض مردم را ناشی از سوء تفاهم دانست و مدعی شده بود که هیچ مشکل میان مردم و حکومت وجود ندارد. رئیس ستاد ارتش طالبان در حال این ادعا را مدرک کرد که در بیانیه معترضان ارگو و درائم آمده بود که عاملان قتل دو شهروند باید به مردم سپرده شوند و مسئولان محلی نورسولی ها نیز از مسئولیت هایشان برکنار شوند. همزمان با این اعتراضات، ظهر روز چهارشنبه کاروان نظامیان طالبان در ورودی شهر فیض‌آباد هدف انفجار ماین جاسوسی شده در یک موتورسیکلت قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منابع در بدخشان، در این انفجار دست کم 6 عضو طالبان کشته و 14 تن مجروح شدند. متین قانع سخنگوی وزارت داخلی کشور طالبان در اطلاعیه کشته شدن 3 عضو طالبان و زخمی شدن 5 عضو دیگر این گروه را تایید کرد. متین افزود که کاروان نظامیان هنگامی که به سمت یکی از ولسوالی ها و به هدف تخریب مزارع خشخاش می رفتند هدف قرار گرفتند. در تصاویری که از محل انفجار منتشر شد، دست کم 3 موتر نظامی طالبان در نتیجه موج انفجار تخریب شدند. یک منبع در محل حادثه گفت اعضای طالبان که در نتیجه انفجار کشته و زخمی شدند از طالبان پشتون تبار بودند که از دیگر ولایت ها در بدخشان مستقر شده بودند. اختلاف میان طالبان پشتون و تاجک در بدخشان به ماهای نخست سلطه طالبان بر افغانستان برمیگردد. بر اساس توافقی که میان رهبر طالبان و فرماندهان ارشد تاجک تبار این گروه صورت گرفته بود، قرار بود مسئولیت بدخشان به طالبان و تاجک تبار واگذار شود و هیچ پشتونی در مسندهای کلیدی این ولایت گمارده نشوند. در آبان سال 1402 و پس از انفجارهای مکبار در بدخشان، رهبر طالبان قاری عزیز ایوب و ملا عزیز العمر را به سمت والی و فرمانده پلیس بدخشان منصوب کرد. این دو نفر که پشتون تبار و مورد اعتماد رهبر طالبان، نخستین افراد از قوم پشتونند که در نزدیک به 30 سال گذشته در بدخشان در مقام والی و فرمانده پلیس کار میکنند. هرچند طالبان سعی کردند اعتراضهای مردم را در بدخشان سوء تفاهم تفسیر کنند و از بازتاب آن در رسانه ها جلوگیری کردند، اما انفجار روز چهارشنبه که در آن طالبان پشتون تبار کشته شد و سفر هیئت بلندپایین گروه از کابل به بدخشان نشان میدهد که شگاف عمیقی میان طالبان و مردم در این ولایت ایجاد شده است.